فقط خلا. هشدار آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره سرعت غنی‌سازی 20% در ایران. رئیس آژانس میگوید فقط چند هفته برای احیای برجام وقت باقی مانده. تهدید اوکراین به کشاندن پرونده هواپیمای سرنگون شده به دادگاه‌های بین‌المللی. ایران میگوید فقط خودش صلاحیت پیگیری دارد. The president leaves us no choice but to act. تلاش نمایندگان آمریکا برای برکناری ترامپ. نانسی پلوسی میگوید مایک پنس کاری نکند نمایندگان ترامپ را دوباره استیضاح میکنند. و یک سال بعد از تایید رسمی اولین مرگ بر اثر کرونا در چین، پکن سرانجام به کارشناسان سازمان جهانی بهداشت اجازه میدهد به ووهان بروند. سلام و عصر بخیر، خوش اومدید به یک بخش خبری دیگه از تلویزیون فارسی بی بی سی. مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای میگوید برجام باید در طول چند هفته آینده احیا شود، چون ایران بسیار سریع در حال حرکت به طرف غنی‌سازی 20% اورانیوم است. رافائل گروسی گفته برای این کار تنها چند هفته فرصت باقی مانده و نه چند ماه. غنی‌سازی 20% از پاییز 7 سال پیش با توافق موقت ایران و 6 قدرت جهانی متوقف شده بود، اما با مصوبه اخیر مجلس ایران به تازگی از سر گرفته شده. همزمان سخنگوی وزارت خارجه ایران حرفای اخیر عضو هیئت رئیسه مجلس درباره اخراج بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از ایران رو رد کرد. سعید خطیب‌زاده گفته در صورتی که طرف مقابل به تعهدات خود عمل نکند، فقط نظارت فراپادمانی به پایان میرسد و این به معنای اخراج بازرسان آژانس نیست. بیشتر از بهروز بیات، تحلیلگر پرونده هسته‌ای ایران، پرسیدم صحبت‌های آقای گروسی بیشتر فنیست یا سیاسی؟ آقای گروسی در صحبت‌هایی که به خاطر آغاز سال نو کرده به مدت 6 دقیقه، در همون دقیقه اول موضوع ایران رو مطرح کرده. این نشان میده که دغدغه آژانس در مورد ایران چقدر زیاده. خب از طرف دیگر میبینند در دنیای واقعی که جمهوری اسلامی تصمیم گرفته که همه مرزهای برجامی رو در نوردد، پشت سر بگذارد و غنی‌سازی رو به بالای 20% و حتی گفتن بالای 20% میرسانند. از این لحاظ وظیفه سازمان انرژی اتمی این است که دغدغه این موضوع رو داشته باشه، مطرحش بکنه و مطرحش هم کرده و در واقع با توجه به تهدیدی که از طرف جمهوری اسلامی مطرح شده، آژانس هم میگوید که هر چه زودتر باید روند دیپلماسی شروع شود به امید اینکه جلوگیری بشه که جمهوری اسلامی برنامه هسته‌ایشو باز هم بیشتر پیش ببره. سوق دادن آژانس یک موضوع سیاسی، اثرات سیاسی این تصمیم ایران موضوع دیگریه. آژانس طبیعتاً به خاطر وظیفه‌اش که نظارت داشته باشه به تولید مواد غنی شده در همه جای جهان، به طور ویژه در ایران، باید این اخطار رو بده که اگر که ایران ادامه بده به این مسیر، خب کنترلش سخت‌تره. این به جنبه تکنیکیش باید بگه. جنبه سیاسی موضوع البته جای دیگری خوابیده، وظیفه آژانس هم نیست، ممکنه اینجا و آنجا کمکی بکند، اما جای دیگر است. در واقع کاری که جمهوری اسلامی انجام میده مشوق دیپلماسی نیست. از این لحاظ آقای گروسی فکر میکنه که بتواند جلوی این پیشرفت کنترل نشده برنامه هسته ایران، به ویژه غنی‌سازیش مخصوصا، از طریق دیپلماسی بگیره که دردسر همه طرفا بزرگتر نشه.
اما آیا تا چه حد مؤثره باید دید. به نظر من تصمیم گیرنده های اصلی از یک طرف جمهوری اسلامی، از یک طرف دولت آینده ایالات متحده امریکا، و اینا ظاهرا در جمهوری اسلامی حداقل علائمی که میاد دوگانه است، یعنی بخشیش ممکنه از این وسیله استفاده میکنن به وسیله برای فشار آوردن، از طرف دیگر هم ممکنه که اصلا نخوان وارد روند دیپلماسی بشن، چون فکر میکنن آن چیزهایی رو که بایدن انتظار داره از جمهوری اسلامی نتوانن عملی بکنن. به روز بیات بود تحلیلگر مسائل هسته‌ای ایران. چند خبر کوتاه. وضعیت آلودگی هوا در بعضی مناطق تهران و اصفهان از شاخص قرمز یا ناسالم عبور کرده و به وضعیت بنفش به معنای بسیار ناسالم رسیده. اداره هواشناسی استان تهران پیش بینی کرده از امروز با پایان وزش بادهای ملایم آلاینده های هوای پایتخت ایران از این هم بیشتر شود. وضعیت در بعضی استان‌های دیگر از جمله البرز، خوزستان و مرکزی هم قرمز گزارش شده. ایران از پلیس بین الملل اینترپل خواسته برای 4 نفر از عاملان ترور محسن فخری‌زاده اعلان قرمز صادر کند. اسامی یا مشخصات این 4 نفر هنوز در خبرهای رسمی اعلام نشده. اعلان قرمز به معنی کمک اینترپل به پلیس کشور درخواست کننده برای شناسایی محل افراد تحت تعقیب و بازداشت و استرداد قانونی آنهاست. آقای فخری‌زاده از دست‌اندرکاران ارشد برنامه موشکی ایران 45 روز پیش در نزدیکی شهر آبسرد دماوند ترور شد. رئیس سازمان نظام پزشکی ایران میگوید ایران تا پایان سال، یعنی حدود 3 ماه دیگر، 2 میلیون دوز واکسن از چین، هند یا روسیه وارد میکند. محمد رضا ظفرقندی همچنین میگفته ایران میتواند واکسن بریتانیایی آکسفورد آسترازنکا را تهیه کند، چون این واکسن تولید سوئد است و تنها پژوهش‌هایش در دانشگاه آکسفورد بریتانیا انجام شده. این در حالی است که آیت الله خامنه‌ای اخیراً خرید واکسن‌های آمریکایی و بریتانیایی را ممنوع کرد. رئیس سازمان نظام پزشکی ایران همچنین گفته واکسن‌های آمریکایی فایزر و مادرنا به دلیل قیمت بالا و مشکلات حمل و نقل و نگهداریشان هیچ وقت در فهرست خرید نبودند. آمریکا خواهان توقف اجرای حکم اعدام مهدی علی حسینی، کشتیگیر اهل اندیمشق در استان خوزستان شده. الی کوهنایم، دستیار نماینده ویژه وزارت امور خارجه آمریکا، به شبکه فاکس نیوز گفته ایران باید برای اقدامات به گفته او شرم‌آورش در نقض حقوق بشر و حفظ قدرت از راه اجرای احکام اعدام پاسخگو باشد. حکم اعدام مهدی علی حسینی که در سال 94 به قتل متهم شده، برای جلب رضایت خانواده مقتول 1 هفته به تعویق افتاده. در ایران همزمان با بالا گرفتن انتقادها از کمکاری این کشور در رسیدگی به پرونده شلیک به هواپیمای مسافربری اوکراین، سخنگوی وزارت خارجه گفته ایران در پیگیری قضایی متهمان صلاحیت انحصاری دارد. ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضاییه، هم میگوید هیچ خط قرمزی برای پیگیری این پرونده وجود نداشته. با این حال مقام‌های اوکراین و کانادا و خانواده‌های قربانیان پرواز هواپیمای اوکراین ایران را به عدم شفافیت در این پرونده متهم می‌کنند. فرنوش امیرشاهی گذاشتند. همه ابعاد موضوع دیده شده. تمام بررسی‌های فنی انجام شده. بازسازی صحنه که کار سختی است دقیقاً انجام شده. سخن همه شنیده شده. پاسخ رئیس قوه قضاییه به انتقادها از کمکاری ایران در رسیدگی به پرونده شلیک به هواپیمای اوکراین با موشک‌های سپاه. گفتیم خط قرمزی برای بررسی، پیگیری و رسیدگی نداریم و هر فرضی که بوده در این قضیه و هر فردی که مورد سوال و اتهام بوده عزیزان ما پیگیری کردن. اظهارات ابراهیم رئیسی واکنشی است به انتقادهای خانواده‌های قربانیان و کشورهای درگیر به پنهانکاری ایران در این پرونده. دبیر شورای عالی امنیت ملی اوکراین در سالگرد سرنگونی این هواپیما ایران را به کتمان حقیقت و عدم شفافیت در تحقیقات پرونده متهم کرد و گفت آنچه که اتفاق افتاد اقدامی تروریستی بود. ایران اما میگوید شلیک خطای انسانی و سهوی بوده.
به جز ایران، شهروندان اوکراین، کانادا، سوئد، افغانستان و بریتانیا هم از قربانیان پرواز PS752 بودند. مقامات این کشورها از همان ابتدا کارگروه ویژه‌ای برای بررسی علت صدور دستور شلیک به هواپیما تشکیل دادند. بابا من میگم شاید یه نفرم زنده مونده باشه. آنها بارها گفتند تحقیقات آنها به دلیل پنهانکاری ایران به نتیجه چندانی نرسیده و تهران از فرستادن اطلاعات و مدارک مربوط به این پرونده و جعبه سیاه طفره رفته. ایران اما این ادعا را رد می کند. می گوید با حسن نیت همکاری کرده. جمهوری اسلامی ایران از باب اینکه صلاحیت انحصاری در موضوع پیگرد قضایی متهمین این واقعه داشته، از همون روز اول با جدیت دادستانی نظامی تهران این موضوع رو در دستور کار قرار داد، متهمین رو دستگیر کرده، مراحل قضایی در حال پیگیری هست و وفق مقررات با جدیت این موضوع پیگیری شده. هفته گذشته ایران اعلام کرد تحقیقات پرونده تکمیل شده و تنها یک نفر در بازداشت است. تابعیت هم در نظر نگرفت. حسن روحانی هم گفت که به قربانیان این پرواز $150,000 غرامت می‌دهد. اما خانواده ها و کشورهای درگیر در این پرونده میگویند که به جای غرامت به دنبال حقیقت و عدالتند. از بازپرس محترم شعبه پنجم دادسرای نظامی تهران مصرراً و مؤکداً میخواهیم که با عنایت به دلایل روشن و انکارناپذیر مندرج در لایحه موقت 24/9/99 این جانبان آقای امیرعلی حاجی‌زاده فرمانده هوافضای سپاه را که مصداق بارز یکی از عاملین اصلی این جنایت جنگی است احضار، تعقیب و برابر اصول 19، 20، 24، 166 قانون اساسی توجه اتهام به ایشان را مستندن و مستدلن رسیدگی قبول و یارد نمایند. هواپیمای اوکراینی 18 دیماه پارسال چند دقیقه بعد از برخاستن از فرودگاه امام خمینی با شلیک دست کم 2 موشک پدافند هوایی سپاه پاسداران سرنگون شد و همه 176 سرنشین آن جان باختند. یک سال بعد از سقوط هواپیمای اوکراین هنوز هیچ چیز روشن نیست. نه متهمان مشخصند، نه حکمی صادر شده و نه تحقیقات بین المللی به نتیجه رسیده. تنها وعده پیگیری و تعیین تکلیف پرونده سقوط داده شده و خانواده هایی که با داغی بر دلشان در انتظار حقیقتند. ما دادخواهیم و برای دادخواهی تا زنده‌ایم می‌مانیم. فرنوش امیرشاهی، BBC. پگاه بنی هاشمی، حقوقدان و مشاور حقوقی از لندن به ما پیوسته. خانم بنی هاشمی، از خانواده های قربانیان که بگذریم که کلا ناراضی اند از نوع پیگیری، اوکراین و همینطور کانادا هم مشخصا ایران رو متهم میکنن به عدم شفافیت و حالا اوکراینی ها تهدید به این کردن که پرونده رو به دادگاه بین المللی میکشونند، ایران اما میگه نه به عهده خودمونه، به لحاظ حقوقی کدوم درست تر میگن؟ درود به شما و همه بینندگانتون. اجازه بدین این مسئله رو از این زاویه من باز بکنم که طرف‌های درگیر در ارتباط با به اصطلاح سقوط این هواپیما شلیکی که به هواپیمای اوکراینی شده، اینطوری طبقه بندی کنیم که یک سری به اصطلاح ایرانیان هستند که تبعی ایرانن، یک سری ایرانیانی داریم که دو تابعیتی هستند و یک سری افراد خارجی داریم مثلا تبعی ایران نیستن و همچنین در پایان به اصطلاح کشور اوکراین رو داریم که به عنوان مالک اصلی هواپیمای اوکراینی اتفاقا به نظر بنده نقش بسیار مهمی میتونه ایفا بکنه، برای اینکه بر اساس قوانین به اصطلاح هواپیمایی بین المللی هواپیمای کشورها هواپیمای مسافربری به مصابه خاک اون کشور به حساب میرن و در حقیقت این هستش که زمانی که ایران حمله موشکی رو به هواپیمای اوکراینی کرده، مثل این هستش که حمله موشکی رو به خاک
خاک کشور اوکراین انجام داده. بنابراین ادعایی که کشور اوکراین میکنه بر اساس قوانین بین الملل ادعای بیراهی نیستش. ضمن اینکه در تعریف حملات تروریستی هم میگیم که در واقع اعمال خشونتی از طرف یک دولت ملتی علیه یک دولت ملت دیگه، و ما در اینجا میبینیم که تمام فکت‌ها و حقیقت موجوده در ارتباط با حمله که به هواپیمای اوکراینی شده. اینجا بر اساس قوانین حقوق بین الملل اوکراین به عنوان کسی که صاحب هواپیما هست نقش خیلی مهمی میتونه ایفا بکنه. حتی نقش کشور اوکراین از لحاظ حقوقی به نظر من به نسبت به مثلا کشوری مثل کانادا که میخواد از به اصطلاح مسافرین دو تابعیتی دفاع بکنه حتی نقش پررنگتری داره، برای اینکه از لحاظ حقوق بین الملل همون مشکلی رو که ما باهاش درگیر هستیم در ارتباط با زندانیان دو تابعیتی، همین مشکل رو هم در دادگاه کانادا خواهد داشت با مسافرینی که دو تابعیتی بودن و اصالتا کانادایی محسوب نمیشدن. اما اوکراین هم تبعه کشور خودش رو در این هواپیما داشته به عنوان کادر به اصطلاح پرواز، و هم خاک کشور خودش رو به عنوان هواپیمای مسافربری داره. بنابراین این کاملا قابل بحث و قابل باز کردن در دادگاه‌های بین‌المللی هست. ضمن اینکه حالا اضافه می‌کنم به جنبه دوم ماجرا، در حقیقت پارسال هم من در یک مصاحبه خدمت خود شما بودم این موضوع رو عنوان کردم، الان همین موضوع رو عنوان می‌کنم. زمانی که استفاده از ادوات نظامی یا به اصطلاح وسایلی که نوعاً کشنده هست، وقتی که اتفاقی میفته با قتل یک انسانی یا انسانهایی صورت میگیره، بای دیفالت یا به صورت پیشفرض این هستش که این حمله حالت عمدی داره. حالا اون کسی که مسبب این کار هست باید در دادگاه بیاد و شواهد و قرائنش رو ارائه بده و خطای محض رو در دادگاه ثابت بکنه. موضوعی که از روز اول عوامل به اصطلاح هوافضای سپاه یا به طور کلی دولت اعلام کرده، مدام روی این موضوع تاکید داشته که این خطای انسانی بوده، خطای محض بوده، اشتباهی بوده که سهوًا بوده، در حالی که حتی بر اساس قوانین مجازات اسلامی خود داخل ایران، من اصلا تازه به بحث کنوانسیون‌های بین‌المللی رو اگر بذاریم کنار، بر اساس خود قانون به اصطلاح مجازات نیروهای مسلح ما داریم که اگر قتلی در پی استفاده از ادوات نظامی پیش بیاد اون قتل عمد محسوب میشه، آمر و مأمور هر دو در مقابل این موضوع مسئول هستن، مگر اینکه این رو بتونن در دادگاه ثابت بکنن. اگر خیلی کوتاه بفرمایید، اگر این پرونده به دادگاه بین‌المللی کشیده بشه، میشه اصلا تصور داشت که چه مدت زمانی ممکنه طول بکشه رسیدگی به اون؟ ببینید قطعا مدت زمان خیلی طولانی هست. اینا پرونده هایی نیست که به سادگی بشه بررسی کرد، به خصوص اینکه خانواده ها به نظر میرسه که تا این لحظه دنبال گرفتن غرامت از به اصطلاح جمهوری اسلامی هم نیستن، بیشتر دلشون میخواد واقعیت مشخص بشه. تا این لحظه هم ما میبینیم که هیچ گونه شواهدی مدارکی بر مبنای اینکه واقعا چه اتفاقی افتاده، آیا واقعا اپراتور صلاحیت نشستن پشت اون دستگاه رو داشته، تا چه اندازه واقعا این سهوًا اتفاق افتاده یا عمدی بوده، مشکل خاصی بوده که به اصطلاح هدف گیری شده، هیچ کدوم از اینا رو ما که به عنوان شنونده نمیدونیم، وکلا و خانواده های قربانیان هم در اطلاع ندارن. ممنونم از شما. پگاه بنی هاشمی، حقوقدان و مشاور حقوقی از لندن. به میانه برنامه رسیدیم، نگاهی دوباره بکنیم به سرخط خبر. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره سرعت غنی‌سازی 20% در ایران و مهلت کوتاه باقی‌مانده برای احیای برجام هشدار داد. اوکراین میگوید احتمال دارد پرونده سرنگونی هواپیمای مسافربری را به دادگاه‌های بین‌المللی بکشاند. ایران مخالف این کار است. در آمریکا فشار دموکرات‌ها برای برکناری یا استیضاح دونالد ترامپ بالاتر گرفته. اونها رئیس جمهوری آمریکا را به تحریک هوادارانش در حمله به کنگره متهم می‌کنند. حالا رئیس مجلس نمایندگان نانسی پلوسی، عالی رتبه ترین چهره حزب دموکرات، در کنگره گفته امروز نمایندگان قطعنامه را بررسی می‌کنند که در اون برای مایک پنس معاون رئیس جمهوری مهلتی برای برکنار کردن آقای ترامپ تعیین شده. در غیر این صورت نمایندگان روند استیضاح رو شروع میکنن. هادی نیلی خبرنگار ما از واشنگتن با ما هست. هادی، کمی بیشتر از یک هفته، 9 روز باقی مانده به پایان کار دونالد ترامپ، چرا دموکرات‌ها اینقدر اصرار دارن که این کار زودتر انجام بشه؟ از طرفی دموکرات‌ها میگن ترجیح میدن که معاون رئیس جمهور او رو خلعیت بکنه که ظرف همین 9 روز آینده هم قدرت در دست معاون رئیس جمهور باشه و نه دونالد ترامپ، کسی که
متهم شده به این که الان کسی هست که متهم شده به این که حمله هفته پیش، حمله روز چهارشنبه به کنگره رو تحریک کرده، تشویق کرده و همینطور اظهارات مکرر او در مورد اینکه نتیجه انتخابات رو زیر سوال برده، بدون اینکه در هیچ دادگاهی و هیچ مرجعی این ادعاها جدی گرفته بشه یا تایید بشه، اینها باعث شده که دموکرات‌ها در واقع فشار دارن میارن و بیرو در روسی دارن میگن رئیس جمهور باید خلعیت بشه برای همین 9 روز آینده. ولی اگر هم این محقق نشه، اونها به نظر میسه به هر حال در مسیر خیز برداشتن برای استیضاح رئیس جمهور هم هستن، استیضاحی که دور دوم استیضاح دونالد ترامپ خواهد بود و بعید هم از خیلی بعیده که تا قبل از پایان ریاست جمهوری او به نتیجه برسه، اصلا بعیده که تا قبل از اون به سنا برسه. الان خود دموکرات ها میگن ترجیح میدن که این استیضاح رو در مجلس نمایندگان پیش ببرن و عجیب نیست که در همین چند روز آینده در مجلس نمایندگان تصویب بشه، ولی برای سنا اون رو موکول کردن به هفته های بعد از آغاز ریاست جمهوری جو بایدن، با این توضیح که گفتن ترجیح میدن در هفته های اول سنا مشغول تایید وزرا و اعضای کابینه برای آقای بایدن باشه. به این ترتیب دموکرات‌ها بیشتر انگار قصد دارن در واقع در داخل این استیضاح این رو بگنجونن، حتما پیگیری بکنن که دونالد ترامپ در آینده هم از سمت‌های فدرال محروم بشه، نتونه برای انتخابات تلاش بکنه برای سمت‌های فدرال و در رأس اونها برای ریاست جمهوری. چون ما بارها شنیدیم در هفته‌های اخیر از جمله خود دونالد ترامپ این رو مطرح کرده تلویحاً که قصد داره سال 2024 4 سال دیگه برای ریاست جمهوری دوباره تلاش بکنه. هادی، بعد از اینکه آقای ترامپ حضورش در توییتر عملاً حسابش مسدود شد، بسیاری از هواداران او به سراغ یک وبسایتی رفتن به اسم پارلر که عملاً فعالیت اون هم متوقف شده. داستان اون الان به کجا رسیده؟ همینطوره، وبسایتی بود که به خصوص در ماه‌های اخیر طرفداران آقای ترامپ و راستگرایان در آمریکا خیلی بهش تمایل داشتن، توش فعال‌تر بودن. خود آقای ترامپ در اون حداقل تا جایی که تایید شده حضور نداشت. اون رو هم الان بستن شرکت‌های فناوری ارتباطات دیگه، دیگه به طور در واقع تا آینده نامعلومی دسترسی‌هاش بسته شده، امکاناتش بسته شده. تلاشی هست برای اینکه این شرکت‌ها میگن گمان می‌بردن و احتمال داشت که هم در واقع طرفداران آقای ترامپ از این شبکه‌ها و وبسایت‌ها استفاده بکنن که در روزهای آینده هم حمله و خشونت‌های دیگری رو سازماندهی بکنند. ممنونم از هادی نیلی، خبرنگار ما از واشنگتن. همونطور که هادی هم گفتن، 9 روز مونده به ریاست جمهوری دونالد ترامپ، دموکرات‌ها سخت به دنبال راهی هستن که او رو زودتر از کاخ سفید بیرون بکنن. آقای ترامپ به تحریک به خشونت در حمله چهارشنبه گذشته به کنگره متهم شده. نانسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان هم از مایک پنس معاون رئیس جمهوری خواسته با اجرای متمم 25 قانون اساسی آقای ترامپ رو برکنار کنه و خودش در همین مدت کوتاه قدرت رو در دست بگیره. برگردان گزارش رو ببینیم از پیتر پست. President Trump has been widely از دونالد ترامپ به شدت انتقاد شده برای تشویق به خشونت در حمله چهارشنبه پیش به کنگره آمریکا، برای تحریک هوادارانش، شورشی در قلب دموکراسی آمریکا. از عمر دولت آقای ترامپ تنها 1.5 هفته باقی مانده، اما دموکرات ها و بعضی از همحزبی های بلند پایش خواهان برکناری او هستند. مجلس نمایندگان بناست قطعنامه ای را به رأی بگذارد برای درخواست از مایک پنس معاون رئیس جمهوری و اعضای کابینه تا اعلام کنند دونالد ترامپ از پس وظایفش بر نمی آید. من متمم 25 قانون اساسی رو دوست دارم، چون از شرش خلاص میشیم و از کار برکنار میشه. اما در مجلس خیلی ها هستن که با استیضاح رئیس جمهوری برای بار دوم موافقن. روند استیضاح ممکن است همین روزها شروع شود. تقریبا شکی نیست که در مجلس نمایندگان رأی می آورد، چون دموکرات ها در آن اکثریت را دارند. پت تومی سناتور جمهوری خواه به NBC گفت که با اینکه او ازش حمایت میکرد خودش باید استعفا کند. فکر میکنم بهترین کار برای کشور ما اینه که رئیس جمهوری هر چه زودتر استعفا کنه و بره. قبول دارم که احتمالش کمه، اما این بهترین راهه. محاکمه در سنای آمریکا ممکن است روزی شروع شود که آقای ترامپ کاخ سفید را ترک میکند، اما بعضی دموکرات ها میگویند فعلا مسائل مهمتری است، از جمله اینکه سنا باید تمرکزش بر کار با دولت جو بایدن در مقابله با کرونا و احیای اقتصاد باشد. بذاریم به جو بایدن رئیس جمهوری منتخب 100 روزی رو که احتیاج داره بدیم تا برنامه کاریش رو شروع کنه. شاید بعدش متمم‌ها رو هم به اجرا بذاریم. زمان بندی هر موقع باشد، واکنش‌ها به دونالد ترامپ تند است.
این هم حرف‌های فرماندار پیشین کالیفرنیا. ترامپ رهبری شکست خورده است. در تاریخ از او به عنوان بدترین رئیس جمهوری یاد می کنند. خوبیش اینه که به زودی مثل یه توییت قدیمی بی ربط به نظر میاد. با اینکه ادامه کار آقای ترامپ چندان روشن نیست، برای سفر به مرز مکزیک روز سه‌شنبه برنامه ریخته. بازدید از دیواری که قول ساختش را داده بود در تگزاس. احتمالاً آخرین سفر رسمی دوره ریاست جمهوریش. 9 روز طولانی دیگر باقی مانده و آمریکا نفسش در سینه حبس است. پیتر بوز، بی بی سی نیوز، لس آنجلس. یک سال از روزی که چین اولین مرگ بر اثر ابتلا به کرونا رو تایید کرد میگذره. حالا 1,900,000 نفر بر اثر ابتلا به این بیماری در جهان درگذشتند و بعد از مدت‌ها کشمکش چین بالاخره به گروهی از کارشناسان سازمان بهداشت جهانی اجازه داده به ووهان برن و درباره منشأ ویروس کرونا تحقیق کنند. فرین آسمی گزارش می‌دهد. یک سال بعد از آنکه اولین مرگ بر اثر کرونا در چین گزارش شد، اینجا بازارهای خیس ووهان بسته هستند. اما منشأ ویروس کرونا هنوز هم معماست. دلیل آن هم پنهانکاری حکومت چین. پکن بارها درباره آمار ابتلا به کرونا و مرگ بر اثر آن روایت‌های ضد و نقیض داده. مقام‌های شهر ووهان هم ابتدا تلاش کردند شیوع کرونا را مخفی کنند و هفته‌ها انتقال آن از انسان به انسان دیگر را رد کردند. چین حتی ماها اجازه نداد نمایندگان سازمان بهداشت جهانی به این کشور بروند. اما بالاخره یک گروه همین پنجشنبه وارد ووهان خواهند شد. بعد از مذاکره دو طرف، دولت چین قبول کرد که گروهی از متخصصان بین المللی سازمان بهداشت جهانی روز 14 ژانویه به این کشور بیایند و با دانشمندان چینی و متخصصان پزشکی بر روی پژوهش درباره منشأ ویروس کرونا همکاری کنند. اینجا در شمال استان هوبی در چین بار دیگر موارد ابتلا به کرونا بیشتر شده. هفته گذشته 200 مورد گزارش شد. صف آزمایش کرونا حالا دوباره طولانی شده. پلیس ورودی‌های شهر را مهار می‌کند و تنها ماشین‌های حامل کالاهای ضروری حق ورود و خروج دارند. در بریتانیا، بدترین کشور اروپایی از نظر ابتلا به کرونا، موارد ابتلا از 3 میلیون نفر گذشته. از امروز 7 مرکز بزرگ واکسیناسیون در سراسر انگلیس افتتاح شده. قرار است 1,000 نفر در هفته واکسن بزنند. دولت بریتانیا امیدوار است تا میانه ماه آینده 12 میلیون نفر واکسن زده باشند. در آلمان، آنگلا مرکل صدر اعظم اعلام کرده رفت و آمدهای غیر ضروری در مناطقی که شیوع کرونا زیاد است در سراسر آلمان ممنوع خواهد شد. در مارسی فرانسه، مقررات منع عبور و مرور در شب‌ها اعلام شده. دولت فرانسه گفته مواردی از ویروس جهش یافته کرونا که اولین بار در بریتانیا کشف شد، در این کشور دیده شده. در ژاپن، آمار ابتلا به کرونا هر روز بالاتر می‌رود. در توکیو، هفته گذشته شرایط اضطراری اعلام شد. اوزاکا و کیوتو هم به زودی در وضعیت اضطراری قرار خواهند گرفت. المپیک ژاپن که به دلیل شیوع کرونا در جهان به تابستان امسال موکول شده بود، حالا برای بسیاری از ژاپنی‌ها نگران کننده شده. بیشتر مردم خواهان تعویق دوباره آن هستند. ناراندا مودی، نخست وزیر هند، میگوید قصد دارد تا تابستان 300 میلیون نفر را در این کشور واکسینه کند. اما هنوز مشخص نیست روند واکسیناسیون در سراسر جهان آنطور که وعده داده شده انجام شود یا نه. فرین آسمی، بی بی سی. به پایان این بخش خبری رسیدیم. ممنون که بی بی سی فارسی را انتخاب کردید.